در این ویدیو میپردازیم به اعتیاد جنسی و راه حل آن. اگر شوهر شما معتاد جنسی است، پس این ویدیو را تا آخر ببینید. دوستان عزیز، برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگوله را بزنید تا ویدیوهای جدید ما به دسترس شما خوبان قرار گیرد. افراد مبتلا به این نوع اعتیاد به نوعی وسواس در پی تجارب جنسی در رابطه زناشویی دچار هستند و اگر نتوانند نیازهایشان را برآورده کنند، رفتارهایشان دچار اختلال می‌شود. در این ویدیو درباره اعتیاد جنسی و دلایل بروز آن و راه‌های درمان آن صحبت می‌کنیم. اعتیاد جنسی چیست و چه علائمی دارد؟ اعتیاد به رابطه جنسی رفتاری وسواس‌گونه و جبری است که فرد در صورتی که نتواند رابطه جنسی برقرار کند، دچار خستگی، کسالت، اضطراب و بی‌قراری می‌شود و گاهی از اوقات نیز آرامش خود را از دست می‌دهد و الگوهای رفتارشان و کارکردهای زندگیشان به هم می‌ریزد. این افراد دائما احساس اجبار و بیقراری مداوم و مکرر در برقراری ارتباط زناشویی دارند. اعتیاد به رابطه جنسی بیشتر در مردان دیده می شود، اما گاهی نیز در زنانی که نیرنگی بیشتر دارند مشاهده می گردد. اعتیاد جنسی از کجا می آید؟ در شرایطی که فرد دچار اضطراب می شود، اعتیاد جنسی بیشتر بروز می کند، زیرا وسواس و اجبار نوعی اضطراب هستند. وسواس به رابطه جنسی مانند سایر الگوهای وسواسی مثل پاکی و نجاست، وسواس به تقارن و نظم، افکار وسواسی و غیره نیز پیدا می شود. در اعتیاد جنسی گاهی اوقات برای افراد معتاد تنوع به این کار مهم است و گاهی هم تنوع در شیوه رابطه زناشویی اهمیت دارد. محرومیت برایش تنزاست. در بیشتر زندگی های مشترک زوجین بعد از گذشت چندین سال از آغاز زندگی رابطه جنسی شنادی می شود. اما در افرادی که به برقراری رابطه جنسی اعتیاد دارند، با گذشت زمان هیجان جنسی افزایش می‌یابد و اگر فرد نتواند رابطه جنسی برقرار کند، دچار تنش، بیقراری و اضطراب می‌شود و کارکرد زندگیش دچار اختلال می‌گردد. فرد عادی در زندگی مشترک می‌تواند با دوری همسر و زایمان او و در کل نداشتن زندگی جنسی تا مدت زمان کوتاه کنار آید. اما مردان مبتلا به اعتیاد جنسی نمی توانند این موضوع را تحمل کنند و گاهی خارج از خانواده این نیاز را برآورده می سازند. گاهی نیز این افراد در چارچوب خانواده دچار این اعتیاد نیستند و خارج از خانواده آن را دارند. مراحل اعتیاد جنسی به چه صورت است؟ اعتیاد معمولا از افسردگی و اضطراب آغاز می گردد و به احساس نیاز و جستجوی رابطه جنسی و در آخر به انجام رابطه و پشیمانی از برقراری رابطه و افسردگی ناشی از عذاب وجدان می انجامد. ریشه ها و سرچشمه های رابطه زناشویی گوناگون است و هر مردی که این رابطه را دارد نمی توان معتاد جنسی دانست. این اعتیاد از کجا می آید؟ برای ریشه یابی اعتیاد جنسی ابتدا به وسواس اشاره می کنیم. وسواس در همه افراد وجود دارد، اما اگر از حدی بالاتر برود به بیماری تبدیل می شود. اعتیاد هم اگر از یک میزان بالاتر رود تبدیل به اختلال می شود. وسواس بیماری ارثی است. در افراد طبیعی هم ممکن است دیده شود. اما زمانی که این وسواس جنسی کارکردهای فرد را مختل کند، یعنی فرد به دلیل نداشتن رابطه زناشویی فعالیت‌های روزمره خود را عقب بیندازد، اعتیاد بروز می کند. افرادی دچار وسواس و اعتیاد به رابطه جنسی اغلب یک وسواس دیگر مانند وسواس تمیزی یا تنظیم و ترتیب یا تقارن را دارند. برخی افراد معتاد جنسی همزمان به انحراف جنسی هم مبتلا هستند، یعنی با وجود برقراری رابطه زناشویی مکرر باز هم ارضا نمی‌شوند و تشنگی مداوم برای برقراری رابطه جنسی دارند که با هیچ نوع رابطه زناشویی برطرف نمی‌شود. بنابراین این افراد به سیگار، الکل، مواد مخدر یا محرک روی می‌آورند. کمک همسر برای ترک اعتیاد جنسی. برای بهبود کامل فرد معتاد باید همسرش تا لحظه آخر درمان کنارش بماند و قدم به قدم با درمان همسرش پیش برود تا او به زندگی عادی بازگردد. متاسفانه برخی مواقع مشاوران افراد معتاد جنسی را با افراد عرضه اشتباه میگیرند و به همسرشان پیشنهاد طلاق میدهند. برای درمان جنسی باید به متخصصی مراجعه شود که ضمن درمان اعتیاد به رابطه جنسی، همزمان نیروی جنسی او را برای آمیزش با همسر حفظ کند. به همین دلیل لازم است فرد در کنار داروها از فراورده های ویتامینی استفاده کند. روان درمانی هم برای اعتیاد جنسی مهم است.
روند درمان برای فرد مدداد جنسی، روان درمانی و گفتار درمانی و رفتار درمانی شناخته است و نقش زیادی در درمان دارد. اما در این مورد روانکاو یعنی تحلیل روانی توصیه نمی شود. بسیاری از افراد با دارو درمانی مشکلشان حل می شود و مراجعشان را قطع می کنند. اما باید برای طی کردن مراحل کامل درمان به روان درمانی و گفتار درمانی صورت گیرد.